من جان لوکا کاستانتینی هستم، یک طراح و یک فعال حقوق بشر ایتالیایی. 15 ساله که به طراحی رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان می‌پردازم. این نوع طراحی را از حدود یک سال پیش شروع کردم. من در یک نقطه خاصی از زندگی احساس کردم که نیاز دارم هنرم را کاملا تغییر بدم و کارهایی را که برای دیگران می‌کنم همراه با دیگران انجام بدم. بنابراین از استودیو بیرون اومدم، به میادین و میان مردم رفتم و تصاویر تظاهرات خیابانی بسیاری از میدان های مختلف جهان را نقاشی کردم، مخصوصا در دوران بهار عربی و اشغالگری استانبول و همچنین ایران. بنابراین اولین بار نیست که ایران را ترسیم می کنم. از سال 2010 به بعد همیشه آن را دنبال کردم و همیشه موارد حقوق بشری ایران را دنبال کردم، به ویژه روزنامه نگاران، وکلا، فعالانی که مثل همین الان در زندان های ایران زندانی بودند. این آرشیو نقاشی من است. همه این کشورها، بر اساس کشورهایی که من روی آنها کار کردم، بدیهی است که پوشه‌هایی وجود دارند که پر از نقاشی هستند و پوشه‌هایی که خیلی خالی هستند. آنها به ترتیب حروف الفبا هستند و بنابراین به ایران هم اینها اینجاست. اغلب مردم نمی‌فهمند که چرا هنرمند باید کارهای خاصی انجام دهد. چرا هنر باید روی موضوعات خاصی حرکت کند؟ هنر برای هنر مفهومی ندارد. در حقیقت هنر همیشه روی مضامین اجتماعی و سیاسی حرکت کرده. هنر همیشه سیاسی است. هنر دوران باستان هم همیشه سیاسی بوده. لحظه ای از قرن بیستم بود که هنر چیز دیگری بود. اما هنر نمیتواند در جامعه وجود داشته باشد و جزء جامعه ما نباشد، برای اینکه هنرمندان در جامعه زندگی میکنند. بنابراین اگر یک نفر تمام روز مناظر را بکشد، میخواهد بگوید که دنیا باب میلش است و هنرمندانی هم که مخالف هستند و ناراضی در کارشان نشان میدهند، هر کدام به شیوه خودشان آن را نشان میدهند. بعضی ها هم شاید به صورت مستقیم و یا برخی با مفاهیم آن. به هر صورت مهم است که هنرمندان کار کنند، نه تنها گرافیست ها، بلکه نویسندگان، نوازندگان. همه هنرها این جایگاه رو دارن.